Hot ice cream. په یو کلی کې د آیس کریم خرڅولو والا یو کس و. هغه سره د آیس کریم والا لیړه وه. هغې لیړې کې بې کلی کې آیس کریم خرڅولو. والے آیس کریم والے خوږ خوږ آیس کریم والے راشه راشه تازه تازه خوږ خوږ آیس کریم والے. د خان آواز سره به ماشومان ورته راغلو او آیس کریم بی ورنا واخیستو. په دې کلی کې د سلطان او گجر نوم باندې دوه ورونه وو. د هغوی آیس کریمو دکان و. کلی والا ټولو ماشومانو به خانه آیس کریم خستلو خو دوی نه چا نه اخستلو. سلطان وروره ما تخکاری نن سبا کې زمونږ کار ودریدلو. هغه خان څه آیس کریم را وباسي نو زمونږ والا څوک نه خلي ټولې خان نه اخلي. نه آیس کریم خو یو شان دي نو خلک یې ولې خان نه خلي؟ که څه جادو ورباندې خان چوي. سلطان کا خان داسې آیس کریم خرڅوي نو موږ خو به دکان نه خلاص شو برباد به شو. په دې وخت خان د سلطان دکان مخې ته راشي. او خانه تا آیس کریم خرڅ کړلو که اوس هم پاتې دي؟ ګورې نه سلطانه کور ته روان یم ما نه خو دوو ګنټو کې آیس کریم وځي. خانه زمونږ ښایسته دکان دی او ښه ښکلي آیس کریم دي او ستا والی یو لیړۍ کې دي نو خلک ولې ستا والی خلي؟ که خپل آیس کریمو باندې د څه جادو کړی دی؟ نه نو دې کې د جادو څه خبره دی؟ زما محنت دی ماته د هغه سیلا میلاویږي. تا ته خو سیلا میلاویږي خو موږ ته تاوان کیږي ځکه چې ټول ستا والی آیس کریم خلي خو زمونږ والی څوک نه خلي. نه نو دې کې زه څه وکړم چې تاسو والی څوک نه خلي؟ هسې وخت راته ضایع کوې. دی خبری نبد خان کورتا روان شی. سلطان ورورا آیس کریم ورنه چه خرچی که چه هوا تا هم اوچت شوالو. دا دی خان چه بندوبست کول پکار دی؟ ستا زیان که چه ایدیا شتا ده او کنا؟ چه دا خان مخی نلری کو؟ آره گجرا دیر زبردست تا خو زما زیان تا ایدیا را وستلا. اوز دا خان گیم تمام. سلطان ورورا دا چه ایدیا دی زیان تا رغلا ما تا هم اوایا. گجرا دسی که او خان بانی با نیمه آیس کریم خرچو. نیمه گتب ده هاگوی او نیمه گت زمونگا خدا سرپ یو زل. خان چی زمونگا آیس کریم خرچ که نو طول ما شمان با بیمار شی. خو سلطان زمونگ آیس کریمو که خود سنیشتا دی چه ما شمان ورن بیمار شی نو بیان؟ بیا پریگ دوا لغان دی زان او خیار که. سبب آیس کریم بانی دا بیماره والا دوا واچو. آغا آیس کریم بخان تا ورکو چه خان آغا آیس کریم خرچ کی. نو طول مشومان با بیماران شی. او دوا بخان بانی وشی چه دی آیس کریم خرچ کلی و او مشومان ورن بیماران شوالو. یعنی بیا با طول خلق مونگ نا آیس کریم خالی او خان باندی بی بان کی چه آغا کلی کی آیس کریم ما خرچا وی زکا چه آغا نا مشمان بی ماران شو. واو رو روا چه زبردست آیڈیا دی پیدا کلالا نو بیا؟ بیا دا غشپا تیر شی. دا تیر زلپشان خان آیس کریم خرس کی. آغا نبد دا سلطان دکان مخیتا راشی. خانه نن خو تا ډېر زر آیس کریم خرڅ کړلو تر اوسه پورې لس بجې هم نه دي شوي. بلکل دا زما قسمت دی چې نن ما نه په یو ځای آیس کریم خرڅ شولو. نه چې دومره زر آیس کریم درنه خرڅېږي نو لږ زیات آیس کریم جوړوه کنه چې زیاته ګټه درته کیږي. سلطانه خبره خو دې ښه وکړله خو زه یوازې یم زیات آیس کریم جوړولی نه شوم. دې د وجې به څومره جوړوم هغه خرڅومه. نه چې زیات آیس کریم نشي جوړولی نو یو کار وکړه. زمونږ آیس کریم خرڅوه نیمه ګټه ستا او نیمه زمونږ. څنګه دې خوښه ده؟ سلطان وروره چې نیمه ګټه دې ته ورکې نو زمونږ به څه کیږي؟ ته غلی شه ګجره د دې غریب به هم پیدا وي او زمونږ به هم پیدا وي. په هر څه زړه مه بدوه. سلطانه ټیک دی زه تاسو ته آیس کریم خرڅومه. زه خو وایم چې نن نه به آیس کریم په خرڅولی کوم هسې نه اوس لس بجې دي. ټیک دی ستا مرضي دی زه به درته لیړۍ کې آیس کریم واچومه ته فکر مه کوه. بیا خان آیس کریم دوباره کلی تا روان کی. واخله تازه تازه آیس کریم راشه راشه آیس کریم واخله خوگ خوگ آیس کریم واله. په دی وقت آیس کریمو دوباره یو کس راشی. آره خان ستا آیس کریم خو ختم و زما بچه ډیر زیات ژړیدلو چې ما ته آیس کریم خو زه شکر ده چې ته بیا واپس راغلې آیس کریم دې راوړلو. عمران شاه اوس په آیس کریم دینالی زیات راوړومه. هغه زه یوازې یم اوس راسره کار کې کسان دي.
ها زه ټیک ته ما ته دوا آیس کریم راکا چې زما بچی ور باندې غلې شي دماغ یې نه کی و خوړل د غرکم خان ټول آیس کریم خرڅ کی بیا واپس د سلطان دکان ته راشي خان څو شولو آیس کریم دی خرڅ کړلو او کنا سلطان ټول آیس کریم خرڅ کړلو پیسې اوس در کوم که سبا ته حساب کوو خانا کومی پیسی چی تا کتلی دی هاگا طولی ستاوی نن ستا دا پر داخا اینام شوالو زکا چی تا زما والا آیس کریم خرس کرلو سه دا زما دا پر اینام شوالو ستا دیر منه نکوم سلطانا خان اغنا کورتا روان شی سلطانا دا تا چا اکڑلو تا ون نیمی پیسی ولی نرواخیستی گجرا دا پیسی می زکا ورکڑلی چی نن دا دی آیس کریم و اخیری ورز ده بیا با آیس کریم نخرچوی ما چی کمی پیسی دی تا پریگ دوالی چو ورز گزارا بی پا حاغه بنی وشی حل تکی خان کورکی ناسپی دیر زیاد خوشحالوی چی نن می پیسی اگتلی اره خانا لگ بحر روزا تا سرمی کار ده روزا خان چی بحر راشی نو دا کلی والا خلق را غلی بی ای دا غطی خیتی والا تا نزمون ما شمان آیس کریم خلی دا دی دا مطلب نده چی تا دا غطی دا پارا آیس کریمو که هر چو واچوا ووس او آیا آیس کریم کی تا سا چولی و چی زمون گا ما شمان بیماران شو ستا سا مطلب ده ما خو آیس کریمو که سنه دی چولی دی نمخ که زمان آیس کریمو نسوک بیماران دی چی وست پا بیماریگی مخ که بیماران و یا نه خو وست تا آیس کریمو نمشمان بیماران دی تا ورکی دسی سا چولی و چی دوی ورنه بیماران شو او رختیا ما تریاد شولو ما چی کم آیس کریم خرس کردی و آغا دا سلطان او گجر والا آیس کریمو زکا ورنه مشمان بیماران دی وان جی وان واسه گنجر او سلطان منی دوا اگرالا نن تا تا دا اخیری وارنگ ده که بیا دی زمونگا کلی که آیس کریم خرس کرلو نو همیشه دا پارو بیا دا غا کلا پریک داوی نور مرزی ستا ده دا کلی والا خلق نو نبد خان سوچ کوی اره دا ما سو اکرلو سلطان او گجر دا پلان و چیز بدنام شما که ما دا زیادو پیسول علش نو کردن واس پر سردسی نکی دو خان پورن گجر او سلطان تا ورشی سلطانه دا تا ما تا زنگی آیس کریم رکدی و طول ما شمان ورن بیماران دی او کلی والا خلق ما بندی طور لگوی چی دستا والا آیس کریم دی بیاکو پا تا دا پای سول لچ اکڑلو خو تا تا دا پتا نوا چی سلطان پخپل سمر للچی ده نو یو للچی و بل للچی تا سو ورکوی خو نقصان ورکوی کنه زما کار خو می ختم کرلو خدا خبر یاد لره دا دی سزا بتا ستا ضرور ملویگی تیری خبری مکاو اوز دی زین لاشا چیزا مونگا آیس کریم اوزی نو بیا خان اغنا روان شی ای نو بیا نا زما مطلب ده گجرا زمونگا پلان خو کامیاب شوالو اوز پا زمونگا آیس کریم خلق خلی زکا چه اوز پا کلی که ده بل آیس کریم خرسوالی ولی نیشتا ده سیوا زمونگنا خان کورتا راشی نو ده حقا کورکی یو غط آیس کریم وی خان چه آیس کریم و گوری نو دیر زیاد حیران وی ای حلکا زما که تو سر دوم را ما حیران کیگا زی یو جدوی غط آیس کریم یو ما ستا بندمه ده پارا تا سر چل شواده ما تا پتا دا چی ما سر چل شواده خوزو اس دا کلی والا تا زن سنگی بگونا ثابت کما چی دا هر سر سلطان او گجر کری دی دو پیکر مکوا ما سر دا دی هشتا ده دا دسی وکا کری که خبر ورکا چی او جدوی آیس کریم ده اخا خلکو تا پیسی ورکوی سوک چی ور تا حقیقت اوائی او سوک چی ور تا دروغ اوائی نو حقا تا پیسی نه ورکوی آیس کریما زم کلی که خبر ورکاو ما خان کلی که اعلان وکی ای خلکو واوره پکلی که یو جدوی آیس کریم ده هغه ته چې څوک رښتیا ووایي نو هغه ته پیسې ورکوي او که څوک دروغ ووایي نو هغه ته به هیڅ نه میلاویږي دغه خبر سلطان او گجر ته هم میلاو شي سلطان څه ته ګوري رضا ورځو چې آیس کریم وګورو چې رښتیا او پیسې ورکوي که دروغ وایي د کلی والا خلق ټول آیس کریم تا جمعوی خو خان ورکی نوی ای خلکو واوره سوک چه حقیقت ووی نو هاگه تا پیسی میلوی گی او که سوک در ووی هاگه تا هیچ نمیلوی گی تاسو سر یاو پیر مقاده چه ما تا حقیقت ووی که درو بی ووی لونو بیا تاسو تا پیسی نمیلوی گی ای جادوی آیس کریم آزما بچه دیر سه بیمار ته ما تا دا پیسو ضرورت ته ضرورت تو رختیا وای ستا بچه بیمار ده تا تا برو پی میلاو شی تا پاش ولی وست اخپل لسونه ونیسا دی خبر سرا آقا آیس کریم جادو وکی او امرانشا لسونو کی پیسی راشی اره دا خو رختیا و پیسی را کنالی زخو مالدارش ولو مالدارم
اوس یو بل کس هم را مخکې شئ چې هغه ته هم پیسې ورکوم. دې خبرې سره گجر او سلطان مخکې شي. ای آیس کریم زما مور هم ډېره بیماره ده، د هغه علاج دپاره را سره روپۍ نشته دي چې هغه ته علاج وکړو ماته روپۍ. نو بیا؟ نو بیا دا ستا خبره دروغ ده، ستا مور مړه ده او ته څنګه وایې چې زما مور ته علاج کوم؟ تا ته پیسې نه میلاویږي، اوس ته تلی شي. گجره تا خو دروغ ویلو ته ګیر شولې، اوس داسې څه حقیقت ورته ووایې چې پیسې راته میلاو شي که نیر نه خطا کېږي. سلطانه موږ چې خان سره کوم زیاتی کړی او د هغه باره کې ورته ووایه، شاید چې هغه باندې روپۍ میلاو شي ډېرې زیاتې روپۍ میلاویږي، خطا یې نه کوي. تاسو خپلو کې خبرې کوې یا حقیقت وایې؟ زر شئ، د بل کس وخت دی. آیس کریم صاحب زمونږ آیس کریم نه خرڅېدلو. سلطان ټول حقیقت بیان کی چې آیس کریم کې خان ختمولې دپاره مونږه پلان جوړ کړو او د کلي والامې ورباندې دوکه کړلو. ستا خبره رښتیا ده، تا ته پیسې میلاویږي، د پیسو دپاره تیار شه. آیس کریم صاحب ودرېږه، سلطان او گجره نو زمونږ ماشومان ستاسو آیس کریمو نه بیماران و، دغه الزام خو مونږ خان بیچاره باندې لګولی و او مونږه د هغه ګټې ختمولې دپاره داسې وکړلو. ستاسو ماشومان مې بیماران کړلو چې خان بدنام شي او خلک بیا مونږ نه آیس کریم واخلي. ای واورئ، زما نوره کار ختم شولو، زه صرف دغه پورې ومه، تاسو ته مې حقیقت ښکاره کړلو، اوس چې تاسو دوی سره څه کوې هغه ستاسو مرضي ده. دې خبرې سره آیس کریم غایب شي. گجره مونږ خو غرق شولو، آیس کریم غایب شولو او زمونږ حقیقت هم ښکاره شولو. ستاسو علاج ماته معلوم ده، زه اوس پولیس والا ته کال کوم چې تاسو جیل ته بوزي. عبدالرحمن بابا ودرېږه، کال مه کوه، ما ورته کړی دی اوس پره ځي، دوی د وجې خو زه بدنام شولوم. خانه بچی مونږ معاف کړه، خو ته څنګه د دوی جال کې ګیر شولې؟ عبدالرحمن بابا ما للچ وکړلو، دا سزا ماته د للچ میلاو شوله. خانه بچی نن نه علي سلطان او گجر دوکان ستا په حواله شولو، دوی هسې نه هم جیل ته روان دي. دوستانو، دې ویډیو نه مونږ ته دغه سبق میلاویږي، للچ یو داسې بیماري ده، تا سره چې څه هم وي هغه درنه لوټ کوي او که چا سره دې زیاتې وکړو نو د هغه سزا ضرور میلاویږي. بس دوستانو، دها کہانی دغه پرې واکه، تاسو دها کہانی خوښ شوی وینو دا در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. بل ویډیو راتلو پرې، د لوی الله په امان.